بیننده عزیزی که چهار شماره آخرشون 44 80 هست نوشتن آخرین آیه شریفه ای که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد در کجا نازل شد و شأن نزول آن چه یا برای چه کسی بود شیعیان اعتقاد دارن که بعد از قضیه قدیر خم که عزت علی رو دستش رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند کرد الله متعال این آیه رو نازل کرد که الیوم اکملت لکم دینکم این آیه در اصل در روز عرفه نازل شده است یا به روایتی در روز عید نازل شده است یا به روایتی در یکی از ایام تشریق روز اول یا روز دوم یا روز سوم نازل شده است در مکه نازل شده است و در جایی که حجاج بیت الله الحرام ما رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند در حجت البدا و این روایت صحیح و دقیق است چون در اگر که در قدیر خم نازل می شود، در قدیر خم فقط حجاج مدینه بودن حجاج یمن، حجاج مکه، قبایل اطراف مکه، حجاج طایف اینا حضور نداشتن در قدیر خم پس چه مناسبتی است که آیه به این مهمی در اونجا نازل شد این اعتقادشی هست، یکی دروغ های بزرگ است قضیه قدیر خم و ولایت و امامت و خلافت الهی که برای عزت علی مدعی هستند یکی از دروغ های بزرگی است که شیعیان ساختن و به خاطر اثبات این دروغشان به آیات و به احادیث استدلال میکنن استدلال غلط و بیجا و باطل اما آخرین آیاتی که در قرآن نازل شده است <applause> طبق روایتی که در بخاری از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت میکند میگن آخرین آیه آیه 278 سوره بقره است که یا ای الذین آمنو اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا یکسانی که مؤمن هستید از الله بترسید با آنچه از ربا باقی مانده است را بگذارید یعنی ربا خوری رو بس کنید برها کنید این کنتم مؤمنین این یک روایت است روایت دیگر که در نسائی آمده است از ابن عباس و سعید ابن جبیر که آیه 281 سوره بقره میگن آخرین آیه است که از قرآن کریم نازل شده است که واتقی یوما ترجعون فیه الی الله بترسید از روزی که به سوی الله سبحانه و تعالی برمیگردید ثم توفوا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون میگن این آخرین آیه است روایت دیگر میگن که آیه آخرین آیه‌ای که نازل شده است آیه, آیه دین است آیه, هست آیه 282 سوره بقره است که یا ای الذین آمنو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى الى اخری که طولانی ترین آیه قرآن کریم هم هست قول چهارم میگن که آیه سوم سوره مائده است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا میگن این آخرین آیه است که نازل شده است که روایت حجت الوداع این قول رو به صلاح تایید می کند اما رأی علما این است که میگن این چهار آیه چون همه اینها سفارش های مهمی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجت الودا کردن همه اینها با هم نازل شده است و همه اینها آخرین آیاتی است که از قرآن کریم با هم نازل شده است و این اختلافی که در این روایات هست به این گونه تفسیر می شود به همین دلیل می توانیم بگیم که هر کدام از اینها آخرین آیه از قرآن کریم است که نازل شده است و این مثلا قول اکثر علما در این مورد می باشد.